در مورد اهمیت ماشین جنگی روسی در جای جای آسیا کافیه تنها به جنوب شرق این قاره نگاه کرد. از ویتنام تا اندونزی، کشورهایی در مسیر معجزه اقتصادی که روسیه بزرگترین صادرکننده تسلیحات به اوناست. اما این ماشین جنگی دیگه با اون سرعت قبل نمیتازه. آمار ارقام نشون میدن این کشورها از سال 2014، یعنی زمان الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین، واردات خودشون رو کاهش دادن که در واقع به خاطر ترس از تحریمای غرب بود. روسیه ولی به الحاق کریمه قانع نشد. اندیشکده مشهور یوسف اسحاق تو سنگاپور به تازگی پیش بینی کرده که جنگ اوکراین یا به عبارتی حمله نچندان موفق روسیه به اوکراین احتمالاً ضربه شدیدی به صادرات جنگ افزار از روسیه به آسیا و جاهای دیگه جهان میزنه. ضربه شدیدی که حالا دیگه فقط به خاطر تحریم‌های غرب نیست و دلایل اساسی دیگه هم پیدا کرده. به جز افزایش تحریما، یه مسئله خیلی مهم دیگه تصویریه که این روزا از خود تسلیحات روسی داره پخش میشه. انبوهی از تانک ها و خودروهای زرهی نابود شده، سرنگونی پیشرفته ترین جنگنده یا نابودی رزم ناو معروف مسکوا. به گفته اندیشکده سنگاپوری، یه ضد تبلیغ فاجعه بار برای ارتش و صنعت نظامی روسیه. همزمان نمایش کارایی سلاح‌های سبک آمریکایی و اروپایی یا پهپادهای ترکیه‌ای. There is a profound malaise in the Russian military. ارتش روسیه با یک موزل اساسی روبرو است. در سطح تاکتیکی، چه از نظر مانور تسلیحات ترکیبی، فرماندهی و کنترل یک پارچه یا ترابری، یعنی مقدماتی ترین اصول، روسیه نمایش بسیار بدی از اجرای اصول اولیه جنگ زمینی نشون داده. ما شاهد یک وضعیت حیرت آور هستیم. مشتری خیلی از تسلیحات نابود شده تو اوکراین کشورهای جنوب شرق آسیان. ویتنام و لاوس مثلا خریدار تانک‌های روسی‌اند. اندونزی، فیلیپین، میانمار و مالزی خریدار هلیکوپتر یا خودروهای زرهی. باز هم به گفته اندیشکده یوسف اسحاق، یه مسئله احتمالاً تاثیرگذار دیگه رو صادرات تسلیحات روسی فشار چینه. پکن میتونه از نفوذ اقتصادی خودش روی مسکو در شرایط تحریم استفاده کنه برای توقف صادرات به جاهایی مثل ویتنام که به تسلیحات روسی شدیداً وابستن ولی روابط پرتنشی هم با چین دارن. در ضمن پکن میتونه از نمایش تسلیحاتی ضعیف روسیه برای تبلیغ سلاح‌های خودش هم استفاده کنه. همه اینا البته شرایط پیش اومده بعد از جنگ اوکراینه، ولی طبق معمول اینجا در شرق آسیا یادآور پند و اندرس های قدیمیه، مثل این نقل قول از سونزو، سردار معروف چینی در 2500 سال پیش، که جنگاور غالب اول پیروز میشه بعد به جنگ میره. جنگاور مغلوب ولی اول به جنگ میره بعد هر کاری میکنه که پیروز بشه. تو مجد آهباز، بانکوک.